معترضان در خیابان سرکوبگران مشغول کارند. وقتی اعتراض ها به کاروان یا رضویه یکی از حومه‌های تهران رسید. استان چهارمحال و بختیاری اما همچنان کانون اصلی اعتراض هاست، جایی که مردم چشم در چشم مأموران فریاد می زدن. اعتراض ها در شهر کرد در روز آغاز شد. ما نه افتش و اشتری، نه آشوبگر، ما گشتری. جواب مردم به نماینده دستگاه سرکوب. بازداشت خشونت‌آمیز فرزند این زن که میگوید همسر یک جانباخته جنگ ایران و عراق است. اینجا هفشجان است، خشم مردم معترض در مقابل پایگاه مقاومت بسیج. و تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان. در سورشجان مردم معترض یاد رضا شاه را زنده کردند. در اهواز بنر علی خامنه ای که معترضان او را مسبب اصلی وضع کشور می دانند به آتش کشیده شد. با گسترش اعتراض ها به قوچان و یزد، دست کم 14 استان کشور اعتراض های ضد حکومتی را تجربه می کنند. مقام های جمهوری اسلامی اما همچنان اعتراض ها را انکار می کنند. با استفاده از یکی از بازوهای سرکوب یعنی سانسور. همزمان با اعتراض ها مقام های وزارت اطلاعات با مدیران رسانه ها جلسه برگزار کردند و دستورالعمل های تازه‌ای برای سانسور ابلاغ کردند. نتیجه اعتراض ها جایی در صفحه اول روزنامه های کشور نداشت. تنها روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از اعتماد مردم به دولت تمجید کرد. در روزی که بازنشستگان معترض در اصفهان این اعتماد را عملا نشان دادند. البته که سانسور روزنامه ها و سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی نتوانست مانع شنیده شدن صدای اعتراض مردم شود. اختلال در اینترنت کشور آخرین حربه برای جلوگیری از انتشار ویدیو اعتراض ها هم فعلا جواب نداده. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در مقاله‌ای دلش برای روزهایی که تنها ابزار اطلاع رسانی صدا و سیمای حکومتی بود تنگ شده. این روزنامه توییتر، تلگرام و اینستاگرام را عامل انتشار خبر از مراجع غیر رسمی خوانده. اعتراف به شکست سیستم سانسور وقتی تصویر این برخوردها و بازداشت‌ها از طریق تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی در جهان پخش می‌شود. اعتقای نیروی انتظامی به فرماندهی کل و تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی تازه‌ترین تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان کف خیابان‌هاست. محمد مخبر، معاون اول دولت، فرد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده اقتصادی دولت 13 است، هشدار داده که تعزیرات با گرانفروشی برخورد خواهد کرد. اما مشخص نیست در حالی که این بار خود دولت سلطان گرانی هاست، چه کسی قرار است قربانی شود. احتمالاً مردمی که هیچ امیدی به بهبود اوضاع ندارند و وعده یارانه 2 هم اعتمادشان را جلب نکرده. رئیسی میگوید پرداخت یارانه 400,000 تومانی کار سختی است، اما میخواهد با آن فقر مطلق را از بین ببرد. یارانه‌ای که از همون ابتدا معلوم بود دلخوشکنکی بیش نیست. وقتی معاون وزیر رفاه میگوید تخفیف در قیمت کالاها جای یارانه را خواهد گرفت، اعتراض ها فعلا تأثیری در سیاست های دولت در گرانی ها ندارد. با افزایش 10 قیمت آرد، نان فانتزی بسیار گران شده و خرید این نان ها 60-70% کاهش یافته. این شعارها در خیابان‌های ایران نشان می‌دهد دو طرف تقریباً خط‌کشی‌هایشان را مشخص کردند. مردمی که امید به اصلاح حکومتی ندارند که به هیچ اصولی پایبند نیست و حکومتی که تصمیم گرفته بی‌اعتنا به خواسته‌های مردم فعلاً با تکیه بر سرکوب حکومت کند. با این امید که لحظه برخورد عقب می‌افتد. برخورد با مردمی ناامید. وقتی ناامیدی خطرناک‌ترین سلاح است. فارسان در استان چهارمحال و بختیاری شب مضطربی را سرگذراند. جوانی در خیابان‌های این شهر با زخمی کاری بر زمین افتاده. به او تیراندازی شده و دیگران در صدد کمک کردن به او هستند.
حمید قاسمپور که گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حالا از احتمال کشته شدن او خبر می‌دهند. اما این تنها شهر در استان چهارمحال و بختیاری نیست که شاهد اعتراض به گرانی است. اعتراض‌هایی که به سرعت به شعار علیه حکومت بدل شد. از شهر کرد تا شهرستان جونقان و تا روستای چلیچه، روستای پردنجان و شهر فارسان که کمی بیشتر از 30,000 نفر جمعیت دارد. ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراضات در فارسان در منطقه مرکزی شهر بوده، در میدان اصلی و در دو بلوار منتهی به آن. اینجا در میدان اصلی و حوزه علمی در این منطقه و دو بلوار منتهی به آن. اما مقام‌های محلی می‌گویند از این اعتراض‌ها با خبر نیستند. از جمله نماینده مجلس، نماینده اردل و فارسان که پیشتر نماینده ایزه و قبل از آن هم از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. قدرت الله حمزه در مصاحبه با وبسایت دیدبان ایران گفته: فقط شنیدم تعداد بسیار اندکی به خیابان‌ها آمدند و دیگر پیگیر جزئیات آن نشدم. اصلا اتفاق خاصی در این شهر نیفتاد و دلیلی ندارد رسانه ما زیاد به این موضوع بپردازد. استان چهارمحال و بختیاری در دامنه کوههای زاگرس با ذخایر طبیعی سرشار یکی از محرومترین استانهای کشور است. در بیکاری رتبه دوم کشوری را دارد و درآمد سرانه استانی آن نصف میانگین کشوری است. در حالی که اعتراضات در شهرهای دیگر ایران ادامه دارد، به گفته منابع محلی جو امنیتی در این منطقه سنگین است. از شنبه یورش ماموران امنیتی برای بازداشت و دستگیری‌ها گسترده بوده در فارسان، چلیچه و جونقان، نام‌هایی که شاید برای بسیاری از استان‌ها و شهرهای ایران چندان آشنا نیست. اما حالا همه آنها با یک وجه مشترک روی نقشه ایران ظاهر می‌شوند. با اعتراض به سفره خالی و معترضانی که می‌گویند حکومت به جای تأمین حداقل‌های زندگی شهروندانش ماجراجویی فرامرزی دارد و بی‌کفایتی در داخل. گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی علیه بانیان وضع موجود، شنبه در نیشابور، خراسان، واکنش جمهوری اسلامی مثل همیشه سرکوب است. در نیشابور لباس شخصی‌ها خیلی زود وارد شدند تا این نیروهای ضد شورش سر برسند. در فارسان استان چهارمحال و بختیاری وقتی مردم به سطوح آمده از گرانی‌ها شعار دادند، کار به تیراندازی کشید. و اینجا شهر چلیچه است. شلیک به سوی معترضانی که می‌خواهند مانع استقرار یگان سرکوب شوند. این تصویر شاید نماد سرکوب اردیبهشت باشد. صفحه 1500 تصویر با انتشار این ویدیو گفته در شهر زراعی دسفول، این شهروند پیش علی غالبی حاجیوند از ناحیه سر هدف شلیک ماموران قرار گرفته، در حالی که سرش را از پنجره بیرون برده بود. نماینده دسفول هم مرگ امید سلطانی، جوان 21 ساله اندیمشکی را در تجمعات اعتراضی دو شب پیش تایید کرد. نیروهای سرکوب تا بن دندان مسلح شهرها را اشغال کردند. در ایزه و ماه‌آباد، تهران هم پر از یگان ویژه است. در لردگان یک مدرسه پایگاه نیروهای سرکوب شده. در شهرهایی که هر چقدر مأمور هست کالای اساسی نیست. صفهای طولانی برای مرغ و روغن با قیمتی که این بار به دستور دولت چند برابر شده و دولت مردانی که خودشان دستور گرانی دادند و سراغ بازدیدهای سرزده رفتند، احتمالاً برای اینکه مطمئن شوند همه چیز گران شده. محمد مخبر، معاون اول دولت، با این حرکت نمایشی در اسلام شهر کسی که مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در دولت 13 است. این صف‌ها و قیمت‌های سرسام‌آور محصول کاری تیمی است از مجلس و دولت انقلابی. آنها که زمانی نرخ مرغ 25,000 تومانی را آبروریزی می‌دانستند. چرا مرغ می‌دین دست مردم 25,000 تومان؟ و افتخارشان این بود که تمام اقلام خوراکی در انبارها موجود است. با این معاون اقتصادی که خودش را جراح اقتصاد می‌خواند. قیمت اجناس و کالا بره بالا بدون که درآمد اقتصاددان هستن دیگه. پروژه‌ای که از 2 سال پیش کلید خورد با روی کار آمدن مجلس انقلابی مورد نظر علی خامنه‌ای که 1 سال بعد در حرکتی حساب شده اول جلوی احیای برجام را گرفت و بعد در انتخاباتی مهندسی شده با
حذف همه رقیبان به دست شورای نگهبان، ابراهیم رئیسی را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند. کسی که با این شعارها عنوان ریاست جمهوری را با کمک رهبر جمهوری اسلامی به دست آورد. در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت مسکن، کسی که ادعا میکرد دولتش پول چاپ نمیکند، پرداختها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام بشه، حالا گویا رکورد شکنی کرده. دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید. آنها که دولت قبل را بانی وضع موجود میدانستند، با اجرای سیاست خارجی علی خامنه ای کار را به جایی رساندند که بزرگترین قولشان بازگشت به شهریور ماه سال گذشته است. کالاهای ضروری معیشتی با کالا برگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود. خامنه ای با اصرار بر غرب ستیزی محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی را که در آن امن کردن منطقه مهارت دارد تشدید کرد. تا تحریم از همینه نه؟ با وجود تحریم آمریکایی هم میشود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. حالا در حالی که مردم به خیابان ها آمدند، دولت و مجلس از جراحی اقتصادی حرف میزنند و رئیسی مدعی است اندکی صبر، سحر نزدیک است. یک هفته پیش مهندس انتخابات در جمهوری اسلامی از دستپختش تعریف کرد. بد نیست، خوبه، هم در دولت هم در مجلس. انقلابیونی که دست کم در تورم انقلابی برپا کردند و سبد معیشتی مردم را خالی کرد. تلاش رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران برای عادی‌سازی فاجعه‌ای که طی 7 ماه بر سر اقتصاد ایران آمد با این ویدیوها. ما خانه خیلی کم می‌خورم. چون فانتزی ما زیاد مصرف نداریم. ما 2-3 بار ما یه بار داریم. بر راهکار حکومت نه مهار قیمت‌ها بلکه سرکوب مردمی است که با استراب و به سختی شبها را صبح می کنند تا در این صفها قرار بگیرند و با اسبانی وضع موجود امروز و دیروز را خطاب قرار دهند. مشتبه پور محسن، لندن. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب سازگارا. مردم در این دوره جدید از اعتراضات مستقیماً شخص علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی رو خطاب قرار میدن. شعارهای اونها رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرم به درستی مردم شخص رهبر و دولت دست نشونده اون رو هدف قرار میدن. من که آنچه که در کشور میگذره چیزی نیست جز حاصل سیاست هایی که برآمده از تئوری نظام جمهوری اسلامی و مجری اصلی اون یعنی ولایت فقیهه. بنابراین مردم هم حق دارند که این نابسامانی و وضعیت اسفبار رو متوجه شخص رهبر و دستنشاندگان ارشد او بکنند که کشور رو به اینجا رسوندن. جناب سازگارا، به سیاق اعتراضات گذشته جدای از سرکوب و جو و امنیتی، اون پاسخی که از مقامات و مسئولین ما میشنویم صرفا یک سری وعده و وعید اینه که در آینده نزدیک وضعیت بهتر خواهد شد. چقدر میشه این پیش چشمانداز رو متصور شد با توجه به اینکه تمام تلاششون الان بر اینه که برگردن به 1400؟ بلا من البته اقتصاددان نیستم، ولی سعی میکنم نظرات اقتصاددان ها رو با دقت دنبال کنم و به عنوان یک ناظری که زمانی هم دستی در اجرا داشتم، به نظر من دولت آقای رئیسی و شخص آقای خامنه ای دارن تمام اشتباهاتی رو که در این 43 سال در مدیریت اقتصاد کشور اتفاق افتاده تکرار میکنن و سهل است گفت گل بود به سبزه آراسته شد، یعنی سوء مدیریت، سیاست های غلط اقتصادی الان به فساد گسترده هم آغشته شده و اونچه که به باندهای مافیایی معروفن در همه حوزه‌های اقتصادی حضور دارن. اتفاقا سر خیلی از این باندها هم در بیت خود رهبری و هم آقای مخبری است که الان سکان این کارها دستشه. بنابراین این سیاست ها و این دوست بازاری که درست شده متاسفانه بر جبین این کشتی نور رستگاری آدم نبینبینه و فکر نمی کنم هیچ کدومش موفق بشه وضعیت اقتصاد ایران رو درست بکنه. اقتصاد ایران به قول اقتصاددانا در جبه ابزار علم اقتصاد آچاری نیست که
این حکومت و این ساختار و این ولایت فقیه و این دوست بازار رو بشه درستش کرد. باید از بیخ و بن تغییر کنه تا اون وقت بشه بعد سیاست های درست اقتصادی و تغییرات عمده در سیاست خارجی، سیاست داخلی، قوه قضاییه، نظام پولی، نظام بانکی به وجود آورد تا چرخ اقتصاد کشور بچرخه و به مسیر درست بیفته. برخی نام دور جدید اعتراضات رو جنبش گرسنگان گذاشتن که انتقادات بسیاری بهش شده. شما چه تعبیر رو مناسب میدونین؟ در واقع آیا واقعا جنبش گرسنگان صرفا؟ بلا اگر گرسنگی ملاک باشه که دست کم 60 میلیون ایرانی به گفته خود مقامات حکومت الان زیر خط فقر به سر میبرن. دست کم 6 دهک درآمدی کشور کاملا زیر خط فقر قرار دارن. بنابراین تعبیر گرسنگی الان در مورد یک ملت صرف میکنه، ولی به نظر من این جنبش رو میشه جنبش اعتراض به نظام نامگذاری کرد، اعتراض جنبش اعتراض به ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه و مسبب الاسباب مشکلات کشور نام گذاشت. از روی شعارهای مردم هم دیده میشه و اتفاقی که داره میفته این است که آروم آروم گستره جغرافیایی داره پیدا میکنه و میدونیم که ماشین سرکوب حکومت که مثلا 20,000 یگان ویژه توش داره یا 500,000 بسیجی به عنوان پیاده نظام داره، وقتی گستره جغرافیایی پیدا میکنه به شدت ضربه پذیر میشه و توان مقابله با مردم رو نداره. این همون وحشت بزرگ حکومته که دائما هم سعی میکنه الان به هیچ اتفاقی نیفتاده خبرش نچرخه، مطبوعات رو زیر فشار میذارن و البته رسانه های خارج از کشور رو نمیتونن مهار کنن. به همین دلیل هم دائما دلواپسی رو نگردن. الان در 19 استان کشور درون حکومت دستور آماده باش و وضعیت قرمز دادن، چون میدونن گستره جغرافیایی وقتی پیدا میشه توان کنترل رو ندارن.